ببینید این گروهی که گفته که من حمله کردم، حمله راکت خمپاره به اردوگاه لیبرتی، اسمش از جیش المختار یا حزب الله عراق. بله بله، این بخش توی یکی از گزارشات که قبلا با هم دیدیم نشون دادیم چند ماه پیش، یه بخشش راجع به همین جیش المختاره که این ادعا رو کرده دفعه اولم نیست این کارو میکنه، چند بار حمله کرده با خمپاره و حتی به عربستان حمله کرده یه بار با خمپاره همین جیش المختار. برای اینکه آشنا بشیم ببینیم این جیش المختار کیه، آیا این جمهوری اسلامی بوده این کارو کرده یا جیش المختار، یه گزارش 4-5 دقیقه منو از توی اون گزارش بزرگی که در مورد سپاه قدس در عراق بوده اون یه تیکش رو در آوردم در مورد جیش المختار رو که با هم ببینیم. خواهش می‌کنم آقای شهرتی. در حال حاضر رژیم ایران شبکه از ده ها سازمان سیاسی و میلیشیای نظامی در عراق را تحت کنترل و یا تحت نفوذ خودش دارد. در مرکز این شبکه سازمان های با نفوذی هستند که به طور کامل دست ساخت خود رژیمند و تعداد آنها هرچه بیشتر گسترش می‌یابند. اخیراً سازمان عفو بین‌الملل این گروه ها را به جنایت جنگی متهم کرده است و سازمان دیدبان حقوق بشر آنها را به گروه های گنگستری و جنایتکار تشبیه کرده است. یکی دیگر از گروه های عراقی وابسته به رژیم حزب الله عراق است که توسط سپاه قدس به راه افتاده و در عراق فعالیت سیاسی و نظامی دارد و صدها فرد مسلح را در یک گردان تحت نام جیش المختار سازماندهی کرده است. رهبر حزب الله عراق آخوندی به نام واثق البتات است. وی در تلویزیون عراق به طور رسمی از خامنه ای به عنوان رهبر خود یاد کرده و گفت که اگر بین عراق و جمهوری اسلامی جنگ در بگیرد وی به نفع جمهوری اسلامی وارد جنگ می شود. به میزان سرسپردگی وی به خامنه ای نگاه کنیم. جمهوری اسلامی فی ایران الان تمثل قوه عظمى غیر معلنه. طيب الجمهورية الإسلامية تملك من القدرة بحيث أنها تستطيع أن تواجه 15 دولة عظمى وتنتصر عليها. طيب عندها يعني خيوط وجيوب في كل المنطقة، ممتد تأثير الجمهورية الإسلامية إلى الصين، ممتد تأثيرها إلى الولايات المتحدة. فمن الطبيعي أن يكون لها تأثير كبير جدا على الوضع في العراق، خصوصا أكو ارتباط عقائدي بين 73% من سكان العراق. طيب. وبين الجمهورية الإسلامية، فالجمهورية الإسلامية هي اللي تحرككم، أرادت هي التي تحرك المقاومة في العراق، يعني اللي يقال بأن يعني ما يسميه الطرف الآخر ميليشيات شيعية تابعة لإيران، هاي حقيقة. إحنا عقائديا ما عندنا، يعني الشيعة هي بلا حدود، الشيعة مفتوح لها الأفق، أما في أمور القيادة وأمور السياسة فإحنا نرجع طبعا إلى سماحة السيد القائد السيد الخامنئي. أنا أمثل المشروع الشيعي والإيرانيين جزء من الشيعة، وأنا أفتخر أن أكون جندي صغير من جنود السيد القائد الخامنئي. الآن صارت حرب بين العراق وإيران، لا سامح الله، إن شاء الله ما تصير. أنت ويا من توقف؟ ويا إيران. إحنا نعرف أنه الجمهورية الإسلامية في إيران جمهورية يحكمها إمام عادل. حضرتك عراقي مرتبط بالإمام المعصوم، اسمح لي خلنا خدمك. برای آشنایی با میزان درندگی گروه های وابسته به سپاه قدس کافی است به این ویدیوی آخوند واثق البتات رهبر حزب الله عراق که خودش را مرید خامنه ای میداند نگاه کنیم که در آن فریاد میزند و میگوید که به افرادش دستور داده در کشتار رحم و شفقت نداشته باشند، شهرهای تحت کنترل داعش را با خاک یکسان کنند و کودکان و سالمندان آنها را نیز بکشند. نحن قادمون قادمون لنقتل، قادمون لنفعل، قادمون لكي لا نرحم، قادمون لنلتحم. وأنا أصدرت أمر الحسين لكم جميعا ألا ترحموهم أبدا، وأصدرت أمرا ألا تعفوا عليهم أبدا، حولوا مدنهم إلى ركام، اسحقوا صغيرهم وكبيرهم. مكتوب علينا أن نجاهدهم، ومكتوب علينا أن نقاتلهم، ومكتوب علينا أن ننتقم منهم، ومكتوب علينا أن نقطعهم أشلاء. نحن الشيعة علي بن أبي طالب ننتزل لكلمتين من لسان السيد القائد المفدى، ما بدنا إعلان الجهاد، كلمتين بس.
والله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنسلبنكم ولنجري انهارا من دمائكم ونبني حصوننا من جماجمكم. نحن قوة حيدرية 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 لن تنهار لن تنهار لن. خب امیران ارجمند دیدیم آدایی واقعا ببینید چه جانورانی ترجمه پیدا کرده جمهوری اسلامی در لبنان شیخ حسن نصرالله و واثق البتات و در افغانستان و در یمن و در بحرین میره میگرده واپسگراترین و جنایتکارترین آدم ها رو که حالا من یه سری فیلم های اینا رو که مال عراق رو واقعا نشون نمیتونم بدم سوزوندن طرف رو گرفتن مثل مرغی که زیر کباب مثلا زیرش آتیش درست کنن آویزونش کردن میچرخه داره میسوزه بعد با شمشیر یکی همینا اومده با شمشیر گوشتشو گوشت رونشو تکه تکه میکنه صحنه‌های فاجعه یعنی یه مش جنایتکار خامنه‌ای پیدا کرده در منطقه که به گفته همین واثق البتات ما سربازان ولی فقیه خامنه‌ای هستیم در یه جمع خلافت اسلامی ببینید چیکار کرده این آدم با منافع ملی ما. داستان اینه که آقای اوباما به عنوان بالاخره قدرت یک دنیاست تنها اول قدرت دنیا در خاورمیانه نقش جدی داشتن کنار کشیده وقتی کنار کشیده عواقبی داره ضررهایی هم برای خود آمریکا داره وقتی آقای اوباما اومد بخشش قابل درکه بالاخره بعد از حمله که جورج بوش حمله بسیار غلط و فاجعه باری که و بیدلیلی که به عراق کرد که خیلی از بحران ها ناشی از اونه افکار عمومی آمریکا و اقتصاد در هم شکست آمریکا اجازه دیگه دخالت نظامی در جایی رو نمیداد این نکته اول بنابراین آقای اوباما با یه همچین پلتفرمی اومد سر کار میترسید دخالت بکنه درست یک اما یه اشتباه بعدش هم کردن حمله به لیبی بود یعنی این وقت که مردم بنغازی در لیبی مردمشون قیام کردن میخواست قذافی واقعا هزاران نفر بکشه تحت فشار آمریکا مجبور دخالت شد هیچ برنامه‌ای هم برای بعدش نداشتن این هفته که خانم کلینتون رو آورده بودن در مجلس ازش سوال میکردن حتی یک برنامه یک گزارش نداشتن که خب حالا فردا که قذافی سقوط کرد چی میشه نمیدونستن یعنی ببینید کارای اینا همینجوره این دوتا سوم در این که آقای اوباما میخواد دخالت نکنه درسته میخوان آمریکا نقششو در خاورمیانه کم بکنن بالانس جدیدی توازن جدیدی ایجاد میکنن تا اینجاش قابل درکه ولی اونجاش اشکال پیدا میکنه که میخوان این خلأ جدید رو این توازن رو با جمهوری اسلامی پر کنن نگاه غلطشون به جمهوری اسلامی اساس در اینجاست یعنی آقای اوباما اشکالش سیاد نگاه غلطش به جمهوری اسلامیه برداشت غلطشونه که بخشیش متاسفانه ناشی از برداشت‌های غلط لیبرال‌های آمریکا به خاورمیانه و به جمهوری اسلامی این یک ببین آقای اوباما وقتی انتخاب شد یک جریان بسیار گسترده‌ای از به اصطلاح جوانان گروه‌های چپ بهش ازش حمایت کردن اینا رو فعال کرد در انتخابات با اونها به قدرت رسید به اصطلاح جناح چپ حزب دموکرات که بسیار هم قوی هستن این جنایت شب در بطن خودش که هستش اینا نگاه غلطی به جمهوری اسلامی دارن الان نگاه بکنید مقایسه بکنید یه آقایی رو یه بلاگ نویسی رو در عربستان نمیدونم چی گفته بوده به هزار ضربه شلاق صد ضربه شلاق محکوم کردن تا الان 55,000 تا تظاهرات و مقاله و اینها در موردش نوشتن همین گروه های لیبرالی که همه آقای اوباما شبکه اجتماعیش در همین ایران خودمون همین یکی دو هفته پیش یک زن و شوهر شاعر و نیتنه به 11 سال زندان و ضربه شلاق محکوم کردن یک کدوم اینا اسلامی برن چرا؟ چون در نگاهشون به نگاهشون به جمهوری اسلامی نگاه منفی نیست اینا فکر میکنن خلای منطقه رو میتونن با جمهوری اسلامی پر بکنن اینجاست اشکالش تا وقتی که این نگاه غلط اصلاح نشه به نقش بنیادگرایی اسلامی در منطقه چه شیعی چه سنی و نقش مخرب جمهوری اسلامی نگاه نشه بحران سوریه که هیچ کدام از بحران‌ها حل نخواهد شد و واقعش الان هم به یه جایی رسیده پاسخ به شما آقای مهبودی عزیز گزینه‌های راحتی وجود نداره که یکی بیاد وارد شو از مردم دفاع کنه به اسد بره
بله 3 سال پیش خیلی راحت تر بود، 4 سال پیش راحت تر بود، 2 سال پیش هم راحت تر بود. هرچی جلو میریم تحمیلی که جمهوری اسلامی بشار اسد و الان روسیه میخوان بکنن، میخوان کاری بکنن که همه رو داغون بکنن، نابود بکنن در سوریه، دنیا رو مخیر بذارن انتخاب بکنه بین بشار اسد با داعش و تون رو بگن همین دوتا است، بیا یکی رو انتخاب کن. این تازه هم از توش بحران‌های بیشتر در میاد. بنابراین گزینه‌ها دشواره، ولی تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده به نظر من این نگاه غلط باید اصلاح بشه. حضورش که از کنم سال بعد از شورای امنیت ملی ایران همینانم اینه که گیریم همین امروز در وین تمام گروه های زینف در منطقه سوریه از جمله روسیه، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بقیه، عربستان سعودی اعلام میکنن که آقا ما به سود ایران از سوریه خارج میشیم، دیگه هیچ چشم داشتی به سوریه نداریم، این سوریه اینم ایران، سوریه رو بدن به سپاهیان قدس جمهوری اسلامی، سپاه پاسدار. این که اول بدبختیه، که این که اول درماندگیه میانه مملکت ماست. یعنی ایران باید خودش رو به خاطر سوریه هزینه بکنه. من نمیفهمم آخه با چه استدلالی اینا دائما دارن میزان درگیری، نرخ درگیری رو بیشتر میکنن روز به روز. برخی از کشورهای غربی که از خداشونه که شما بخشی از منابع خودتون در سوریه هدر میدید بدون اینکه به نتیجه برسید، چون این سوریه روز به روز داره بیشتر تخریب میشه. این صحنه‌ای که ما ببینیم از شهرها، اینا روزی شهرهای آباد مملکت بودن، اینا مردم سکونت داشتن زندگی میکردن، امروز در بیابان‌های بالکان دارن راه میرن، سوار این اتوبوس شما فقط از یک کشوری به یک کشوری دیگه پیاده راه بیفتید. ببین کار به کجا کشیده. اینا کسانی است که باید روزی قرار بود عضو ارتش آقای بشار اسد باشن، همه دارن فرار میکنن. در نتیجه کی باید جاشون رو پر بکنه؟ نیروی انسانی ایرانی یا عراقی یا نمیدونم لبنانی و از این قبیل؟ تهش آدم به کجا میرسه؟ هیچ جا. کدام نیروی اشغالگر تو تاریخ به جایی رسیده که شما میخواید برسید؟ این سال از شورای امنیت ملی باید کرد. اصلا امروز اینا اعلام میکنن سوریه مال ایران، بعد اونجا بمونه با 41 گروه جنگه. خب امیران ارجمندم، از بازداشت آگهی عبور میکنیم منزل بعد، امیدوارم که فرصتی باشه با شما هم گفتگو کنیم، هر پی بگیریم. درود بر شما، بفرمایید. هر بفرمایید. درود بفرمایید. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که ببینید، من دانیال هستم. عرض کنم خدمتتون که آقای دریار اگه بخواید نظریه بدی قطع میکنم. سوال داری بکن از آقای دایی، بفرمایید. موضوعی های شما آقای مهبودی مثل اینه که شما وسط به اصطلاح حالی سیاست خوابیدین، بعد سعی میکنید پدرانه به اصطلاح همه رو نصیحت بکنید، دو جمهوری اسلامی رو به اسم ایران خطاب میکنید که این یه نوع سوء تفاهم میتونه به وجود بیاره. من فکر میکنم همون بگه حکومت ملای جمهوری اسلامی خیلی معنیش بهتره، یا مثلا شورای امنیت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی نصیحت میکنه. راهی میگودی اگه اینا نصیحت پذیر بودن؟ آقا سوال دارم میکنم، کجا نصیحت کردم؟ گفتم بشینید جلسه بذارید بگید امروز در نشست سوریه در چی؟ در وین همه تصمیم گرفتن که سوریه رو واگذار بکنن به نیروهای جمهوری اسلامی یا نیروهای ایران. عزیز من چیزی که در اونجا هدر میره منافع ایرانه، نه منافع جمهوری اسلامی، منافع ایرانه. درآمدهای ماست، منابع ملی ماست، نیروی انسانی ماست. اینو فراموش نکنید. من به کسی نصیحت نکردم، من سوال کردم. آی دایی. بله نخه، شورای امنیت ملی که اکثر خود خامنه‌ای ترتیب کرده توشون اختلافه، همونطور که قبل از شروع برنامه خدمتتون گفتم دو دستگی شدیدی توشون هست، به غیر از سپاه و خامنه‌ای بخششون، یعنی اونایی که نزدیک به رفسنجان اینا هستن، معتقدن که یه گودالی سوریه و عراق، جمهوری اسلامی هی داره توش میره فرو، راه خروجی هم نخواهد داشت هرچی بیشتر بره، و بعد دو سه سال دارن میگن که باید بیان بیرون، و اینها یه روزی تحت فشار مثلا این پرونده هسته‌ای که دستا رو بالا میبرن سر منطقه هم همین خواهد شد، ولی به قیمت بسیار گزافتر. آقای دایی حرفای رفسنجانی موقع درباره سوریه زد به خاطرتون هست؟
بله رفتن جنین. اصلا قبل از که رفتن جنین بگی، موقعی که سوریه شروع شد حتی تو رسانه ها کاملا دو دستگی معلوم بود، که یه عده میگفتن که نباید دخالت بکنیم، نباید حمایت بکنیم تا تعهد بشه رسد، و درست نیست. وقتی که تصمیم گرفت سپاه قدس اونجا بره، رفسنجانی سخنرانی در آمول کرد که خیلی بهش حمله کردن. در اونجا دو دقیقه راجب سوریه بود که خیلی تند بود، گفت دولت سوریه مردم رو زندانی کرده، زندان ها پر شده، استادیوم ها رو پر از زندان کرده، مردم رو شکنجه کرده، به مردم خودشون گاز شیمیایی میزنه. و بعد یه هیئت عراقی اومدن در تهران از مجلس اعلای اسلامی عراق که رفسنجانی بهشون گفت که شما واسط بشید، برید با معارضین سوریه، مخالفین سوری صحبت بکنید، وساطت کنید، با صلح تموم بشه، وگرنه گروه تکفیری اضافه میشن و یه گودالی میشه که هیچکی نمیتونه بیرون بیاد و اوضاعی میشه که هیچکی نمیتونه جمع بکنه. این حرفای رفسنجانی بود. ولی کسی که بیشتر از همه بهش حمله کرد خود باند خامنه ای و سپاه بودن و به صورت هرچه بیشتر فرار به جلو در سوریه دخالت کردن، که اینم مثل درست دوران احمد نژاد سر هسته‌ای ماشین بدون دنده ترمز به در قلعه خیبر رسیدیم از این حرفا، حالا در سوریه دارن در ابعاد گسترده‌تری همونو تکرار میکنن. درود بر شما، بفرمایید. آقای مهرگی جونم بفرمایید. اولا که من از آقای دایی سوال خاصی ندارم، فقط به خاطر اینی که آقای دایی وسط روز هفته باره به نامشون میخوره با مردم صحبت بکنه، سوال من اینی که آقای دایی اصلا سیاست یعنی چی؟ آیا سیاست فقط در گفتارها مشخص میشه یا در رفتارها مشخص میشه؟ اینی که میگن سیاست پدر مادر نداره درسته، یا این که ما بگیم آقا سیاست شرف نداره، وجدان هم نداره. حالا هر کسی در هر کاری که بخواد باشه، کسی که بخواد در مقابل دیگران سیاست بازی بکنه و با سیاست برخورد بکنه، بکنم مصداق اون کلمه دومه که من گفتم، الحق حقشه. و راجع جمهوری اسلامی، اینهایی که پشت پرده نامشون مشخص نیستن و دارن جمهوری اسلامی میچرخونه، جمهوری اسلامی رو میچرخونه و سیاست به مقامات دولتی تصدیق میکنن که این رفتار داشته باشین، این گفتار داشته باشین، اینا چیا هسته؟ اینا رو چرا به مردم معرفی نمیکنن؟ خیلی ها هستن میان داخل تلویزیون هم صحبت میکنن، اخیر تازگی ها با اسمای مستعار، ولی مردم نمیشناسن. اما لاخره بیا یواش یواش اینا رو مردم معرفی میکنیم، ولی اونایی که شما میشناسی به مردم معرفی میکنی. اینا چی هستن؟ یه مملکت و یک ملت رو گرگروگان گرفتن بعد دارم در رابطه با یک ملت تصمیم گیری میکنم. خیلی ممنون، تشکر. آیدایی سید علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در رأسش و بقیه کسی دیگه نیست. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. میبودی مگر اعضای شورای امنیت ملی غیر از یه موش جنایتکار و تروریست آخوندی هستن که شما دارید مثل که با یه دولت قانونی صحبت میکنید؟ آخه پولای رفتنجانی به شما هم میرسه؟ خب بریم به خط. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای میگودی. بر شما بفرم. اینطور به نظر میرسه که بین نظریات شما و اونجی که دولت تهران میگه تناقض زیادی است و یک گپ، یک اختلاف عمیقی است. شاید این یک تجاهل العارفین باشه. اینا میگن آقا ما دولت ایران، ما برگزیده ملت ایران هستیم، سوریه هم عمق استراتژیک ماست، بنابراین ما اگه سوریه رو بتونیم نگه داریم یعنی خودمون رو نگه داشتیم و خودمون هم یعنی رژیم ایران و دولت ایران نگه داشته. پس بنابراین مثل که یه اختلاف نظری هست که غیر قابل حله. تشکر میکنم. آیدایی بفهم. راست میگن، خب درست میگن، وطن و خامنه ای و سپاه و این جمهوری اسلامی کلن همین جناهاش اینها فکر منافع ملی که نیستن، حفظ خودشونن. برای حفظ خودشون هم یه دستگاه سیاسی ایدئولوژیک دارن در داخل، ولایت فقیه، سرکوب، تحمیق مردم، استفاده، سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم. در همین دستگاه هم صدور انقلاب به نظر خودشون
تلاش برای ایجاد خلافت منطقه‌ای حمایت از حزب الله اینا جا میگیره. بنابراین معتقد خامنه‌ای هر جای این بدنه این ساختمان این دستگاه بریزه، مثلا حزب الله به این برسه سیاست منطقه‌اش در هم بشکنه، کل دستگاهش داخلش هم آسیب می‌بینه. اونا فکر اینن که اونا اصلا ادعا کردن که دنبال منافع ملی هست. این هم که ادعا میکنم ما نماینده حکومت، نماینده خدا هم هست اینا، نماینده حکومت که مردم که هیچی، اینا همه ادعایی میتونن بکنن. درود بر شما، فرمایید. روز شما خوب. شما و آقای دایی تشکر از برنامه های خوبتون. قربان شما، بفرمایید. خان داره برای آقای دایی بفرمایید چرا از مجاهدین جدا شدن؟ ای امکان بفرمایید. آقای مجاهدی نبودم که جدا بشم، ایشون یه فرضی اول گفتن. درود بر شما. اما اندازه که تفتیش مذهبی به نظرم قابل نکوهشه، تفتیش سیاسی هم هست و فرقی نمی کنه. درود بر شما، بفرمایید. نبودید، من نمیدونم شما چرا اجازه میدید من دنباله صحبت هم بکنم، چون من سوالی که از آقای دایی میخوام بکنم شما اگرم یه موقع نظریه میدم، من فقط شعورشو دارم که نظریه میدم، کمان که نظریه هفته پیشم که راجع به گروگان گرفتن به اصطلاح سیامک نمازی بود، ظرف این چند روز گذشته با عالم و آدم ثابت شده که نظریه من درست بود. بنابراین من با توجه به اینکه حرفای شما دو نفر کلیه این برنامه سازا رو کاملا گوش میکنم، به خودم این اعتماد به نفس دارم که نظریه هم بدم، بنابراین این تناقضی ایجاد نمیکنه. حالا سوالتون چیه؟ سوال من اینه که اولا آقای دایی الان داره با 22 ساعت تاخیر اومده راجع به اصطلاح حمله موشکی به اصطلاح کمپ لیبرتی اظهار نظر میکنه، اونم از موضع افشاگری جیش المختار که خب دستشون درد نکنه، چند ماه پیش هم بود. ولی سوال من اینه که آقای دایی ظرف همون چند ساعت اولیه عالم و آدم خبر شدن من جمله شما، حالا ما که میدونستیم در کلش جمهوری اسلامی پشت این قضیه بود، 20 چند ساعت تاخیر، این چیزا همون ساعت اول یه اعلام خبر یه اعلام همدردی میخواد، چه بنده مورد حمله قرار بگیرم، چه آقای نبودی، چه شما، چه مجاهدین، فرق نمیکنه. ولی این 20 ساعت تاخیر مثلا دلیلش چی میتونست باشه که حالا شما اومدین دستتون هم درد نکنه ولی با 22 ساعت تاخیر؟ در صورتی که ادامه موشک ها از اونورم میدونید، ببینید اون دو سال پیشم که علی خامنه ای میخواست به اصطلاح جان نرمش قهرمانانه بکنه و به بشار اسد اومد گفت که آقا سلاح شیمی ما تحویل میدن، درست تو همون ساعت 3 ساعت بعد ریختن تو قرارگاه اشرف به سلاح اون جنایت انجام دادن، 50-60 نفر هم کشتن و اینا کاملا در جهت یه معامله است. آقا یه طرفش آقای اوباما وایستاده با اون توهماتش، به قول شما که به نظر من توهم نیست، آقا استراتژیه. شری با ظریف نشسته تو جلسه و جمهوری اسلامی مسلمه باید امتیاز بده، جامزه رو بخور از اون ور یه امتیاز میگیره، مقر کمپ لیبرتی را افرادش جرش و مختار بزن، آقا اینا دیگه مثل روز روشن معامله است. تشکر میکنم. درود به شما، بفرمایید. الو بفرمایید. الو ام بفرمایید. بفرمایید. من سوالی که از آقای دایی داشتم اینه که چقدر فکر میکنید این تحلیل درسته که هیچ کشوری توی خاورمیانه به اندازه ایران به منافع آمریکا و اسرائیل توی این 36 سال کمک نکرده؟ تشکر میکنم. آیدای یه دقیقه وقت داریم، بفرم. والا من که فکر نمیکنم. ببینید آمریکا هم ضرر کرده، کلی هم ضرر کرده. مثلا اگه نبود این بحران ها نبود، این جنگ ها نبود، مثلا آمریکا درمانده میشد. قبلش مثلا 36 سال پیش آمریکا مشکل داشت که حالا مثلا جمهوری اسلامی اومده به هم ریخته مملکتو. خب هر کشوری سعی میکنه حتی از این به هم ریختگی منافع خودش هم بیرون بکشه. اسرائیل ناامن‌تر شده نسبت به 30 چند سال پیش یا نه؟ خب ببینید کجا آخه خدمت کرده. یعنی اولین قربانی این حکومت مردم ایران و ایران بوده که چیزی دیگه ازش نمونده. بعد کشور دیگه هم فایده ای کسی نبرده. یه مش شیخ واثق البتات و حسن نصرالله ممکنه، من اصلا اعتقاد ندارم که کشورهای بزرگ و کوچک و منطقه غیره خیر و برکتی از وجود جمهوری اسلامی بردن. در این یه فوائدی از این بحران ها بردن، ولی در کلش در کف ترازو تردید نباید کرد که صلح جهانی، امنیت مردم و کشورهای منطقه و کشورهای بین‌المللی ضرر کردن از وجود جمهوری اسلامی. تشکر می‌کنم آیدایی عزیز.
سپاسگزار آقای امیر شهرتی. همینان تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. آیدهای خدا نگهدار. سارا خانم عزیز تشکر میکنم.